سیستم، پنل سیستم و ماس کیبل. خب یک بله بس تا همینجا صحبت کردیم دیگه دیگه. بعد یک جمله ای در مورد بلاک کیوینگ هست که ما میگیم اگر درست انتخاب بشه و ما هم درست کار کنیم، بهترین قیمت تمام شده، یعنی کمترین قیمت تمام شده رو نتیجه میده. خب این درست انتخاب بشه یعنی چی؟ خیلی مهمه. درست انتخاب بشه یعنی این اون ماده و سنگی که ما انتخاب کردیم مناسب باشه، جایی که ما انتخاب کردیم. حالا کجاها هستن که مناسبن؟ مهمترین سوال بلاک کیوینگ همینه دیگه، نیست که آیا این ذخیره مناسب هست برای استفاده بلاک کیوینگ. مطمئنن این سوال تو فکر شما هم، هر وقت صحبت بلاک کیوینگ شده این سوال به عنوان یک مهندس معدن تو فکر شما بوده. خب مناسب هست یعنی چی؟ یعنی کیف میکنه؟ سوال اینه دیگه. همیشه سوال آدم برای مهندس معدن سوال. بالاخره ما میگیم میریم زیربوری و وزن نیروی وزن میلیون ها تن سنگ و فلان و فلان و فرکچر ها و کیف میکنه. خب کیف میکنه؟ حتما کیف میکنه. این مهمترین سوال بلاک کیوینگ. حالا جاهایی که مناسب هست، ما نمیتونیم کیویبلیتی یا قابلیت کیف کردن هنوز به اون صورت عدد نداره ها. عدد پیپر زیاده، مقاله کتاب نوشته زیاده. خود من هم عدد دادم، همه دیگه هزار نفر دیگه هم احتمالاً عدد دادن، ولی اون عددی که مثل اینکه یک سنگی رو بگیم این چند کیلو یه میذاری رو ترازو میگی یک کیلو 800، اونطور عددی هنوز برای کیویبلیتی نیست. ولی خب عوامل مشخصه، یه سری عوامل هست که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم. بعدم به عنوان مهندس معدن که خب میتونیم حدس‌های عالمانه هم بزنیم، اصول مکانیک سنگ رو هم بلد هستیم، میتونیم ایده‌هایی بدیم به علاوه یه سری مسائل اصلاحی که تو همین جلسه تا نیم ساعت دیگه صحبت میشه که آمد و اگر که کیوار ما تشخیص دادیم که این کیو میکنه، این همه مقدار بسیار زیاد خرج کردیم رفتیم پایین و کیو نکرد، خب یه سری مسائل اصلاحی داریم. اینقدرم بی راه و چاره نیستیم، یک کارهایی میتونیم بکنیم که کمک بکنه که کیف بکنه. آنچه مسلمه یک سری شکستگی نیاز، خودمون گفتم ببینیم نیروی وزن میلیون ها تن سنگ در بالا بر روی شکستگی ها، یعنی همون میلیون ها تن ضروری است هم شکستگی ها، این ضروری است. آنچه مسلم، باز میگم نمیتونیم، ما الان نداریم فرموله که بگیم شکستگی ها باید فاصله شون از هم دیگه مثلا 20 متر باشه، حداکثر نه نداریم. کلش متاسفانه اینجا باید کیفی صحبت کنیم، فقط بگیم یک سری شکستگی وجود داشته باشه. تنها چیزی که ما میتونیم در مورد شکستگی ها بگیم اینه، این فرض کنیم بلاک، این بلاک از مقطع نگاه میکنیم،
این بلاکمونه. نیروی وزن میلیون ها تن، دقت بکنید، نیروی وزن میلیون ها تن، اصلا بگیم ده ها، بگیم صد ها میلیون تن، اگر شکستگی نباشه هیچ وقت نمیرزه دیگه. پس شکستگی چه نوع شکستگی است که وقتی که نیروی وزن میلیون ها، نه ده ها و صد ها، فقط میلیون ها تن روی این شکستگی قرار میگیره میرزه. چه نوع شکستگی است؟ آنچه مسلم شکستگی های عمودی نیست. تو شکستگی عمودی هر چی روش فشار بیاد نمیشکنه که، مثل تاق اثر میکنه. پس شکستگی افقی یا نزدیک به افقی. پس آنچه مسلمه یک سری شکستگی های افقی یا نزدیک به افقی، لازمه که نیروی وزن میلیون ها تن سنگ بر روی اون باعث بشه که بشکنه، مواد داخل بلوک بشکنه. خب اگر که فقط همینها باشه میشکنه، کیف میکنه، ولی خیلی زیادی دروش میشکنه. پس اگرم فقط شکستگی های عمودی باشه که اصلا نمیشکنه، اگر ترکیبی باشه از شکستگی های عمودی یا نزدیک به عمود و افقی یا نزدیک به افق، میتونیم ما مطمئن بشیم که این سنگ، این ماده معدنی میشکنه و به سایز تقریبا مناسب میشکنه. اینا رو میدونیم دیگه، نمیدونیم؟ ما قراره که قبلش اکتشاف کنیم دیگه. تقریبا بلوکمونو داخلشو میدونیم که شکستی ها تقریبا کجان و چه زاویه‌ای دارن. شکاف نه ها، شکستگی، یعنی شکستگی که پر شده، مهم نیست، فولته، هر نوع شکستگی ممکنه باشه، پرم شده، ولی وقتی که باز نیرو بهش وارد بشه دوباره از هم دیگه جدا میشه. خب این دو نوع شکستگی که با هم ترکیب بشه تقریبا کیویبلیتی رو تضمین میکنه. تو اکتشافمون هم که داریم اینا رو. حالا اگر برگردیم به اون صحبت های اکتشافی، اون سوال هایی که من میکردم اون زمان رو، جوابمون رو که بلاک کیوینگ رو هنوز نخونده بودیم، جواب از الان به سوال اون زمان ترکیب بکنه، خودتون میفهمید، یادتون رو میگفتیم که چند متر یک بار محل دیدن ها باشه، یادتون میگفتم چند تا برهول بزنیم، یادتونه؟ کل این بلوک ما اگر 100% باشه، یک طرف 100 طرف دیگه، یعنی یه مربع باشه این بالاش، سطح مقطعش 100 متر در 100 متر، یعنی حداقل باید 100% میشه 10,000 متر دیگه، خیلی هم زیاده. ما گفتیم حداقل 3,000، میگه حداکثر 100 دیگه. برهول یادتونه گفتیم فاصله ها، صحبت کیلومتر بود در این روش. اینجا الان احتمالا باید 2 تا برهول 3 تا برهول توی فاصله 100 متری. ببینیم خیلی فرق میکنه. خب حالا آیا همین کیف کردن اینها با این شکستگی کافی است؟ خیر، چون هنوز این سنگ ها درسته اندازش خیلی بزرگ نیست، ولی به اندازه کافی هم کوچیک نیست. چیه که باعث میشه به اندازه کافی کوچیک بشه؟ دو چیز بگین شما. یالا جوینت، حرکت. جوینت که خب مشخصه، حرکت از به وسیله چی؟ وزن بالا. پس ببینین جوینت که در اینجاست،
و همدیگه خیلی هم نزدیکه، فاصله ها نزدیکه، و اما وزن که در نتیجه اینها و اینها. وزن از بالا و اطراف چهار طرف، جوینت، وجود جوینت و حرکت. این سنگ در نهایت از اینجا میخواد بیاد به اینجا، از اینجا بیاد تو را که میاد میشکنه اگر جوینت باشه، بله، اگر حرکت کنه به چی وسیله؟ نیروی بالا. یعنی نیروی بالا باید باشه، یعنی چی؟ یعنی روش بلاک کیوینگ روش سطحی نیست. یعنی شما نمیتونیم بگیم اینجا سطح زمینه. یعنی عمق باید باشه، یعنی هر چی عمق بیشتر باشه بهتر، فشار نیرو بیشتره دیگه از بالا، جا هست که حرکت کنه. پس یک سری شکستگیه مناسب لازمه. آنچه مسلمه سختی سنگ اثری داره، هرچه سنگ سستر باشه کیویبلیتیش احتمالاً بیشتره دیگه. یادتونه شاید جلسه اول اینجا گفتم که سنگ سخت خوبه یا سنگ سست خوبه، داشتیم میرفتیم که بگین سنگ سخت خوبه، یادتونه؟ سنگ پایدار خوبه یا ناپایدار، داشتیم میرفتیم بگین که که پایدار خوبه. حالا اینجا ببینید هرچی ناپایدار تر باشه بهتره دیگه. سوم، ما گفتیم که نیروی وزن میلیون‌ها تن سنگ، اگر این میلیون‌ها تن کافی نبود، خب طبیعیه که باید بزرگش کنیم که کافی بشه دیگه. خب پس جزء شرایطمون این هست که این بلوکی که ما داریم، حالا اگر از بالا پلن ویو نگاه بکنیم، این پلن ویوست، از بالا داریم نگاه میکنیم، جا باشه که اگر این کیو نکرد بزرگش کنیم. بالاخره اینقدر میتونیم بزرگش بکنیم تا آخرش کیو بکنه دیگه. طبق اصول مهندسی معدن آخرش کیو بکنه. پس جا داشته باشه برای بزرگ کردن. و اما این شماره چهار رو ببینیم، معمولاً ذخایر بسیار بزرگ تمام این شرایط رو خودشون داره. برای اینه که ما میگفتیم large or massive. اگر large یا massive باشه، massive یعنی very large، خیلی عجیب، خیلی بزرگ، خود به خود اینا ها رو داره. تقریباً میشه گفت که اگرچه capability اینقدر ما به عنوان مهندس معدن اینقدر در موردش نگرانیم که چقدر آیا کافی است یا نه، ولی اگر مسیف باشه تقریبا میتونیم مطمئن باشیم که capability هست. اگر که رگه‌ای باشه، خب مسلماً باید رگه‌ای پرزخامت باشه، پهن باشه، بعد عمودی زیاد باشه، تمام اون شرایطی که گفتیم داشته باشه. و اما اوربردن، این بلاک اوربردنمون هم مهمه. حالا این مقطع نگاه کنین، این بلوک مقطع، فرض کنیم که از
عمق از سطح زمین کاملا زیاد، از اینجا تا سر زمین 500 متر مشکل نداره، ولی اینم همش درسته، شکستگی ها، جوینت ها، فلان فلان همه درست، ولی اووربردن ما توریست که به هیچ وجه نمیشکنه، نمیشه کار کرد. اووربردن باید طوری باشه که بشکنه و ببینید بهترین حالت کانتینیوس کیوه. یه بشکه رو، یه بشکه آب رو وقتی که پایینش شیرش رو باز میکنیم، سطح بالا با یک سرعت معینی میاد پایین، آیا کانتینیوس یا نه؟ به طور کامل پیوسته است. اگر ما بتونیم، اگر میتونستیم کاری میکردیم که این قیف اینجا در بالاش به صورت کانتینیوس کی بیاد پایین، کانتینیوس بیاد پایین، عالی بود. اون که نمیشه، به صورت آب که نمیشه بگیم پایین، ولی تا جایی که امکان داره باید اینطور بشه. خب چه نوع اووربردنیه که این کارو میکنه؟ بشکنه، به قطعات مناسب هم بشکنه، اگر نه کانتینیوس نمیاد پایین. کانتینیوس کامل که اصلا، ولی بالاخره یک مقداری باید به صورت پیوسته بیاد پایین. خودتونم گفتین که وزن اووربردن ضروری است که سنگا رو بشکنه، اگر نه میاد پایین ولی سنگ های درشت میاد. و اما اووربردن به چه سایزی بشکنه؟ بهترین حالت اینه، اگر که وقتی این انتخاب رو بهتون دادن که سفارش بدیم براتون یک ذخیره ای بسازن، ذخیره معدنی خلق کنن، اینطوری انتخاب کنین. بهترین اووربردن اینه. اولا خود اووربردن که گفتم از ماده معدنی کمتر مهم نیست، هم ساب لول کیوینگ، هم اینجا ساب لول کیوینگ هم دیدیم. اگر اووربردن خوب نمیشکسته میومد پایین، بریجینگ ممکن بود به وجود بیاد، اینجا هم بدتر از اون. بهترین اووربردن اینه. از مقطع نگاه کنیم، بشکنه و به قطعاتی بشکنه که از قطعات اووربردن، بگیم مینرال، از قطعات خود ماده توی بلاک درشت‌تر باشه. قطعات اووربردن از قطعات ماده معدنی توی بلوک که میشکنه بزرگتر باشه. اگه فرض کنیم سایزش دو برابر باشه، خب این سایز دو برابر باعث میشه که پایینی ها رو فشار میاره، میارشون پایین. اگر که کوچکتر باشه چی میشه؟ از لای این ها عبور، همینطور که فشار میده از لای اینها مواد معدنی هم عبور میکنه و ما دایلوشنمون زیاد میشه. دایلوشن که زیاد میشه یعنی قبل از اینی که ما به اون کاتاف پوینت حقیقی برسیم باید قطع بکنیم، یعنی اورلاس زیاد میشه. مجسم کنیم که قطعات خود بلوک مثلا به 50 سانتی بشکنه، مثلا تیپیکال 50 سانتیمتری بشکنه. در بدترین حالت فرض کنین
که قطعات اوربردن اینقدر نرمه که مثل شن، مثل خاک رس بشکنه. چی میشه بدن؟ از بالا فشار میاره، ولی از لای این سنگ ها سریعا نفوذ بکنن به توی شوت ها. ما توی شوت هامون به جایی که ماده معدنی بگیریم اوربردن میگیریم. ببینیم یک دلیل دیگه ای که بلاک کیوینگ برای سطح، برای عمق کم مناسب نیست. اگه اون بالا سنگ نباشه، خاک های نرم شو باشه، این چیزا پیش میاد دیگه. معادنی بوده که به همین دلیل متوقف کردن و اصلا کار نکردن، چون خاک اومده تو، خاک به درد نخور، اوربردن ویست باطله اومده تو. پس اوربردن هم باید مناسب باشه. مسئله دیگه که باز در مورد همین مناسب بودن داریم، در مورد مناسب بودن صحبت میکنیم دیگه، که چه جاهایی مناسبه. میگیم عیار تقریبا باید یک دست باشه، یونیفرم باشه تقریبا. برای چی؟ یادتونه وقتی که صحبت سمپلینگ بود گفتیم استاندارد دیوییشن عیار برای بعضی روش ها کم اگر باشه، خب کم اگه باشه که همیشه خوبه، برای بعضی روش ها اگه زیاد باشه نمیشه کار کرد، بعضی جاها کم باشه نمیشه کار کرد. اگر زیاد باشه کاتن فیل مناسبه، خوبه، چون انتخابیه. در بلاک کیوینگ باید کم باشه، یعنی فاصله بین این عیارهای سمپل ها باید فاصله شون کم باشه. چرا؟ چون اگر تو این بلاک ما یک منطقه ای داشته باشیم که کم عیار باشه، فرض کنیم این منطقه، فرض کنیم عیار حد هست 1%، اینها همه هست 2%، این منطقه هست 0.1%، یعنی باطله است. این چه کارش میشه کرد اینا؟ اگر یک منطقه هست در اینجا هست 2.5%، اینه چه کارش میشه کرد؟ این هم میشه کرد. یعنی هر چه در داخل بلوک باشه میاد بیرون دست ما، هر چه هم در خارج بلوک باشه دست ما نمیاد. انتخابی صفر. لذا عیار باید یک نواخ باشه. اگر یک نواخ نباشه، در بعضی جاها وقتی که این وقتی که مواد این قسمت داره میاد توی اینها، به طور کامل ما باطله میگیریم. پس عیار تقریبا یک نواختی ما لازم داریم. جانم بذاری حالت سلکتیو بودن شد توی یک قسمت باربری نمیتونی چیز کنیم حالته؟ امید که مثلا بتونیم سلکتیو باشه، بتونیم مثلا اورو از لاست اورو از ماده مدنی رو تشخیص بدیم، مثلا ماده مدنی از چیز همون تشخیص بدیم، باطل هم تشخیص بدیم، مجسم بکنیم، باربری بکنیم. نه مجسم بکنیم، تولید زیاده. تعداد شوتا چند تا بود؟ یک نفر کمکش کنه؟ یلا چند تا بود؟ تعداد لیول ها چند تا بود؟ تعداد گریزدی ها چند تا بود؟ نه همین رو قاطی میشه، بعد کجا بریزه؟ کجا بره؟ فرض کن باطل، پس که بفهمه باید کجا موقع بزن. نه وقت نیست برای این چیز اصلا.
معمولا برای کم عیارها به کار میره، نه به خاطر اینکه پر عیارا رو نمیشه کار کرد، پر عیار بهتر از کم عیار، به خاطر اینکه کم عیارها معمولا با روش های دیگه جواب نمیده، با بلاک وینچون ارزون تره جواب میده، به این دلیل. اگر نه که خب پر عیار باشه بهتره مسلما. رگه های باریک، رگه های زخیم یا حتی بد، حتی چیز سیم، لایه ها به شرط اینکه ضخامتش زیاد باشه و اوربردنش هم زیاد باشه، یعنی عمقش هم زیاد باشه، همه این رو میشه کار کرد. این مطالب قبلا صحبت کردیم، اینا رو دیگه چیز خاصی نداره. اگر که به سایز خیلی مناسب نشکنه خیلی عیب نداره، فقط سکندری بلاستینگمون زیاد میشه، یعنی باید خب قاعدتاً طوری باشه که سکندری بلاستینگ زیاد نیاز نداشته باشیم، اگر نه واقعاً میشه کار کرد بلاک کیوینگ رو. میگیم که تقریبا 50%، یه بار گفتم اگه 33 اولیه همش نیاز به سکندری بلاستینگ، تقریبا همش نیاز به سکندری بلاستینگ داره، 1/3 دوم یک مقدار کمش نیاز داره، 1/3 سوم هیچیش داره. این تقریبا عدده. اگه بگیم 50% جمع بلاک، 50%ش طوری باشه که بیاد توی شوت و بره بیرون رو نوار نقاله، دیگه سکندری بلاستینگ نکنیم، معمولاً اقتصادی است اگه 50% بشکنه. به یه مهندس خوب طراح با تجربه میتونه تخمین بزنه، درسته؟ از روی شکستگی ها، زاویه شکستگی ها، افقی یا عمودی، ترکیبشون، عمق، اوربردن، اندازه جوینت ها، فاصله بین جوینت ها، میشه تخمین زد تقریبا که کیویبلیتی و اندازه چقدره. بین اون سه تا روشی هم که گفتیم، حالا میبینین که اونقدرها هم که فکر میکردیم هم کیویبلیتی چیز سختی نیست، این یک چیز به دست نیومدنی نیست. خب اگر جایی باشه، ما اتفاقا منطقه رو میشناسیم، قبلا کار کردیم، دقیق به دلایلی اکتشاف خوب کردیم، زیاد اطلاعات داریم، یه بلوک 50 متر در 60 متر هم میشه 3000 متر مربع دیگه، 50 در 60 هم که سایزی نیست که، دقت بکنیم 50 متر، این یه فیس لانگ وال 200 متر قطر، 250 متر، 50 متر در 60 متر، همین منطقه رو بگیم ارتفاع هم مثلا حالا 70 متر، این بلوک 50 در 60 در 70 اینقدر از نظر اکتشافی زیاد نیست. اگه ما اینجا رو خوب میشناسیم، شکستگی‌هاش هم نسبتاً زیاده، فاصله بین شکستگی‌ها مشخصه، نیروهای مزاحم در اطراف معلومه و کمه، خب برای بلوک سیستم مناسبه دیگه نیست؟
همش معلومه. اگر یه جای نیروهای مزاحم، یه معدن دیگه، یه رودخونه، یک فولد، یک هزار رقم مزاحمت وجود داره، ما میخواییم که مزاحمت‌های یک منطقه به منطقه پهلویی منتقل نشه. خب پنل سیستم این در حالت عادی نه. یه وقت هست که نه تنها این شکستگی ها، جوینت ها، فرکچر ها، شکاف ها اصلا مشخص نیست، بلکه پول فراوونم برای سرمایه گذاری اولیه ما داریم. خب از همه سیفتر مسکیوینگ دیگه. مسکیوینگ اونه که دیگه ردخور نداره، چون فلکسیبله دیگه. سایز بلوک در مسکیوینگ چقدره؟ فلکسیبله، دست ماست هر چقدر بخوایم. کیویبلیتی کم بود، سایز رو بزرگ میکنیم، زیاد بود، سایز رو کم میکنیم. بنابراین آخرش کیف میکنیم. پس بین این انتخابهایی هم که وجود داره، این روشهایی هم که وجود داره، بنابراین میشه گفت که همه اینا رو در نظر بگیریم، دیگه زیاد به نظر میرسه که اون چیز به دست نیاوردنی نیست. کی ببلدی خب مسائل تکنیکی حالا فقط داریم بگیم و یه چیزی هم نمونده. مسائل تکنیکی همون نوشته ای که بهتون تو اون مجله دادم خیلی خوبه. اون یکی دیگه بازی یک مسئله تکنیکی که داریم همون مثل تقریبا تو ساب لول کیوینگ ما بهش میگفتیم بریجینگ، اینجا میگیم آرچ. اگر که این توی بلوک آرچ تشکیل بشه، در اینجا آرچ تشکیل بشه، بعد در بالاش پیلار، آرک به عنوان پیلار اکت میکنه دیگه، مثل یه پیلار. در بالا تمام مواد داخل این نمیان پایین، یعنی مواد زیر این میان پایین ولی با سایز بزرگ، بالاش هم که اصلا نمیان، یعنی بلوک بسته میشه اصلا. پس باید کاری بکنیم که آرک تشکیل نشه، و اگرم تشکیل شد حقیقتش مثل ساب لول کیوینگ خراب کردنش غیر ممکن نیست. اونجا تقریبا غیر ممکن بود، اینجا اگه ما جاشو بتونیم حدس بزنیم غیر ممکن نیست. حالا بعدا صحبت میکنم در مورد چی تو غیر ممکن نیست. این از آرچینگ. مقداری که ما از پایین بلوک ماده معدنی میبریم بیرون باید تقریبا همون مقداری باشه که در این پایین هر روز به وجود میاد. بالاخره هر روزی یه مقدار ماده معدنی تولید میشه دیگه. آره ما تولید نمیکنیم، خودش تولید میشه. هر روز ما میگیم که بین این کیف، سطحه کیف بین 20 تا 120 سانتی متر میاد پایین. خب کافیست که ما یه تجربه محلی با همون
موادی که از اینجا میاد بیرون یه تجربه محلی پیدا کنیم و اینو در بیاریم که تقریبا دقیق چقدره. مثلا در بیاریم 80 سانت. خب 80 سانتی متر هر روز میاد پایین، سایز بلوک، ابعاد بلوک مشخصه، معلومه چقدر تولید میشه دیگه. همون قرار بریم بیرون. اگر زیادی ببریم بیرون، در این بالا حفره تشکیل میشه. این حفره دو تا عیب داره. یکی که حفره که تشکیل شد زیر ماده معدنی خالی شده، مثل تونل که ما خالی میکنیم چی میشه؟ پرشارچ، یعنی پیلار درست میشه اگر زیادی بریم بیرون. دو طرف حفره رو فشار میاره کامپکت میکنه، وسط رو خراب نمیکنه، میشه تونل. اگر زیادی کم ببریم بیرون، مواد در این پایین کامپکت میشن، نمیان بیرون بدن. مثلا فرض بکنیم ما این معدن رو تصمیم بگیریم که یه هفته دو هفته تعطیلات تابستانی به همه کارگرها بدیم، معدن رو ببندیم. وقتی برگردیم چی میشه؟ هر چینا رو باز کنیم هیچ چی نمیاد، تموم شده دیگه، بلش کنیم. باید کانتینیوس کیو هم تو که میشه میاد پایین، ما هم از اون پایین به طور دائم بکشیم ببریم بیرون. یه مسائل جزئی وقتی که آندرکات رو درست کردیم هیچ باقی نمونه، اگر نه به عنوان پیلار باز دوباره اکت میکنه، اینا که دیگه جزئیات خودتون بخونین دیگه، چیز خاصه. دایلوشن کنترل دقیقا مثل ساب لول کیوین بسیار بسیار مهمه. دایلوشن کنترل بسیار مهمه، ولی حقیقت اینه که زیاد نمیتونیم کنترل بکنیم ما دایلوشن رو. اگه بتونیم میکنیم، کاری که بتونیم میکنیم، ولی زیاد نمیشه. بیشتر رو مناسب بودن یا نبودنه. اگر که اوور بردن مثل شن روان باشه و ماده معدنی ما به سنگای مناسب 10 و 20 و 30 و 50 سانتی بشکنه، اگه شما خودتون رو بکشین این دایلوشن کنترل نمیشه، چون اون شنهای روان از لای سنگا میان توی شوت ها. به ارتفاع بلوک هرچی بیشتر باشه قاعدتاً برای منظر اقتصادی برای بلوک کیوینگ بهتره. یه مسئله فقط در مورد ارتفاع بلوک هست که اگر ارتفاع بلوک محدودیت نداره، حقیقت اینه که در شرایط ایدئال محدودیت نداره. اگر شیب کم باشه ارتفاع رو ما کم میگیریم، چون باطل میاد تو. اگر هم اووربردن به سایز کوچکتر از ماده معدنی اینجا به سایز کوچکتر از اینجا بشکنه، ما ارتفاع بلوک رو کم میگیریم که وقت نباشه که از لای سنگ عبور کنه و بیاد توی شوت ها. اگر نه معمولا محدودیت دیگه ای نداره، 100 متر باشه، 200 متر باشه. البته آنچه مسلمه 500 متر نمیگیریم، ولی صحبت همین 100 متر 200 متر بیشتر نباشه دیگه. عربی؟ به سه عامل بستگی داره میبینه؟ ارتفاع، شیب و خواص ماده معدنی و بالاش. فاصله بین دروپ و این تاپ یکی از مسائل طراحی ما اینه. بریم حالا یه بلوک رو از زیر نگاه بکنیم، از پایین نگاه میکنیم. این میشه سطح مقطع بلوک. بلوک کوچیکه، بنابراین تعداد کمی من اینجا میکشم، ولی در حقیقت میدونیم که خیلی
بیشتر از این هست. خب 4 درسه. همیشه فاصله بین دروپوینت ها باز مطمئن نمی یک چیزی بوده که همیشه شما هر وقت در موردش فکر کردین با خودتون گفتین یک نقطه مبهمی تو فکرتون بوده، این فاصله رو من بالاخره چند بگیرم. همیشه سنتر به سنتر به اولا بین 5 تا 15 باش. از 5 متر کمتر نگیرین، 15 هم بیشتر نگیرین. من یه نشانه بهتون میدم فقط. اولا اینو بدونم که بیشتر بگیریم بهتر یا کمتر بگیریم. هرچی بیشتر بگیریم فاصله رو، خب هزینه یه سرمایه گذاری اولی همون کمتر. به جاش اگر از بالا نگاه بکنیم، از آخر کار مقدار بیشتری ماده معدنی استخراج شده و بیرون نرفته باقی بمونه. بعدیش اونم خوبیش درست؟ فاصله رو زیاد بگیریم، سرمایه گذاری اولی کم، ولی ماده معدنیمونم از آخر باقی. خب هرچیم کمتر بگیریم برعکس فاصله کم. به طور کلی یک معیار دیگه ما داریم. هرچه ماده معدنی ما به سایزهای کوچکتر بشکنه، ما فاصله بین دروپوینت رو کمتر میکشیم. این تقریبا تنها معیاری است که وجود داره. مهمترین معیار هیچ کدوم از اینا نیستن. مهمترین معیار ماشینالات حمل ما در پایینه. خب و اما اگر که هنوز قانع نشدین، که مطمئنم نشدین، الان قانعتون میکنم. به من بگیم اگر که ما اینطوری الان تصمیم گرفتن، گرفتیم الان 14 متر فاصله مرکز به مرکز، فرض کنیم 14 متره. این تمام این فاصله ها، چه این به این، چه این به این، همه 14 متر گرفته. طراحی کردیم، شما طراحی کردین، 14 متر تصمیم گرفتیم. بعد که میرین شروع میکنیم به کار کردن، مدتی هم میگذاریم این 14 متر زیاده. چکار میکنیم؟ خیلی ساده وسطاش اضافه میکنیم. نمیشه؟ خیلی ساده است. بیان اینطوریش میکنیم، اصلا یه ردیف اینجا اضافه میکنیم. چه ایبی داره؟ یه ردیف هم اینجا اضافه میکنیم. چه ایبی داره؟ آیا غیر ممکنه؟ اینها تونله، این یک تونله دیگه. این کار رو نمیخواین بکنین، میایین تو همین جا اضافه میکنین. یعنی دروپوینت ها، فاصله شوت ها یه چیزی نزدیک به شناوره. تعدادش دست شماست، فاصلهش بنابراین دست شماست. به عکسش رو بگیم، شما اومدین به اشتباه فکر کردین 5 متر بهترینه، 5 متر گرفتین، بعد از 6 ماه فهمیدین که نه 10 متر بهترینه. چیکار میکنیم؟ دستش میبندیم دیگه، کار نداریم. یعنی فاصله کاملا شناور.
بین 5 تا 15 ولی شناور. و اینم بهتون بگم کمتر معدن بلاک کیوینگی بوده که یک روزی ارنجمنت دروپوینتاشو عوض نکرده. همه مثل شما، همه مثل ما میریم این تعداد رو میذاریم نشد عوض میکنه. کمتر کسی بوده که عوض نکرده، بنابراین جای نگرانی نداره. یه مسئله تکنیکی مهمی که اشاره کردیم فقط در این آخرین صحبت‌های بلاک کیوینگمون باز دوباره بگیم، همین مسئله وزن بالا بر روی تونل‌های پایین. حقیقتی است که این میلیون‌ها یا ده‌ها میلیون تن سنگی که از بالا به ما کمک می‌کنه که بیاد پایین، اینا رو تونل‌های پایینی هم رو سقف تونل‌های هم فشار میارن. بنابراین یکی از مشکلات بلاک کیوینگ اینه که این تونل‌ها اولا ببین وقتی ما میگیم مناسب باشه یعنی این جایی که ما این تونل‌ها رو حفر می‌کنیم از پایداری کافی برخوردار باشه. ما هم تونل‌هامون رو با پهنه‌های کم و با نگهداری زیاد حفر میکنیم که اون وزن رو تحمل کنیم. یکی از مشکلات بلاک کیوینگ شکی درش نیست. دیدیم که کلن آماده سازی در روش زیاده، مخصوصا توی ماس کیوینگ. نشست روش بلاک کیوینگ نشست سرش نمیشه، کنترل نشست هیچی، کم کردن نشست اصلا حرفش هم نزن، در چهار طرف و بالا چهار طرفش همه یه سطح زمین رو خراب میکنه. اصلا مهم نیست که ببین در اینی که بلاک کیوینگ در جایی کار میکنند که هیچ چیزی در بالا نیست شکی نیست، ولی تأسیسات خود معدن اینا رو باید بذاریم دیگه، اونا رو باید دقت بکنیم که تو طراحی اگر ببینید شما مجسم بکنید یه بلاک اینجا مقطع نگاه میکنیم، خب این بلاک در نهایت همه اینا رو خراب میکنه دیگه، در نهایت. خب اگر ما اینجا یک شفت داشته باشیم، خب شفتمون رو خراب میکنه دیگه. یا اگه کارخونه کانارایی ما اینجا سطح زمینه، کارخونه کاناراییمون اینجاست، خرابش میکنه که. لذا این مسائل مهمه که حتی شفت فاصله زیاد، کارخونه کانارایی فاصله زیاد باید با معدن داشته باشه. هیچ چیز دائمی نمیشه در نزدیکی معدن باشه. ماشین‌آلات قبلا یک صحبتی کردیم، چیزی نداره که بگیم. تهویه‌اش کاملا ساده است، دو طرفه دائمی، چون پایین همه به هم وصله دیگه، مثل رومن پیلاری که تکون نمیخوره، همینطور هست. پروداکتیویتی اند کاست با 150 تا 350 برای OMS بگیم 200 OMS 200 تن بر نفر شیفت دیده شده، تیپیکال ولیو هست. یه مسئله مهمی که ما در بلاک کیوینگ داریم که قبلا هم اشاره کردیم که قبل از اینکه ازش بگذریم باید این موضوع رو حتما در موردش صحبت کردیم، سست کردن بلاک. اون اگر که اومد و
ما آماده سازی ها رو همه رو انجام دادیم، هرچی هم صبر کردیم، هرچی هم دعا کردیم، هر کار کردیم، این کیف نکرد از بالا. خب چندین راه داریم. تا همین چند سال پیش ما میگفتیم که بعضی وقتا ممکنه چالهای بلند زده بشه به داخل از اینجا به بالا و اینا رو منفجر کنیم. حالا فقط یک کلمه شو عوض میکنیم، چالهای بلند خیلی وقتا زده میشه، چال بلند میزنن داخل بلوک و اینا رو منفجر میکنن که کمک کنه به کیف کردن. ولی حقیقت اینه که این چالهای بلند خیلی زیاد اونطوری که ممکنه یک عده‌ای فکر بکنن تأثیر نداره. اثر کوچیکی داره. ببینین، اگر که وزن میلیون‌ها تن بر روی فرکچرها، یعنی هر دوش باشه ولی کیف نکنه، به یک دلیلی باید تحریک بشه. اینا تحریک میکنن، حتی چال میزنن اونجا با هوای فشرده، تحریک دیگه. حتی بوده از سطح زمین چال فرستادن پایین، چال زدن به پایین و منفجر. همه راه ممکنه، ولی همه اینا تحریک. هیچ کدوم کیویبلیتی رو زیاد نمیکنه. کیویبلیتی رو فقط دو چیز اضافه میکنه. ببینید، ما گفتیم که نیروی وزن میلیون‌ها تن بر روی فرکچرها، کلمه به کلمه دقت بکنیم، فرکچرها که بدون زیاد بکنیم، فرکچرها همونه که هست. پس نیروی وزن رو زیاد کنیم. نیرو وزن دو را داره زیاد کردنش، یا وزن رو زیاد کنیم، یعنی سطح رو زیاد کنیم، یا نیرو رو بیاریم تو. این دوتا راه. اگر که یک وقتی بلوک ما حالا از بالا نگاه بکنیم، بلوک از بالا، این پلان ویوس از بالا نگاه میکنه، کیو نمی کنه. خب ما باید، معلوم میشه که یکی از دلایلش اینه که نیروی وزن زیاد نیست. پس ما باید از یک طرف یا از دو طرف یا حتی از سه طرف و چهار طرف اینو بزرگ بکنیم تا نیروی وزن اضافه بشه. این یه راه. راه دیگه‌اش اینه، حالا مقطع نگاه کنیم. حالا مقطع. این نیروی وزن که ما گفتیم، فرضمون بر اینه که عمودی اثر میذاره. درسته نیروی وزن دیگه؟ یا حد اکثر رو خط 45 درجه اثر میذاره. فرضینه دیگه. خب حالا ممکنه یه نیروی، درسته این وزن اینجاست، ولی به جایی که اینطوری اثر بذاره اینطوری اثر بذاره، یا یه وزنی که در اینجا اینجاست به جایی که اینطوری بذاره اینطوری، یا در اینجا اینطوری، ممکنه دیگه. قسم نخوردن که همشون خیلی منظم هماهنگ همه با هم به طرف پایین هول بدن، فشار بدن. برای که ما از این کارا جلوگیری بکنیم، معمولاً میتونیم ما این نیروها رو همه رو بیاریم توی بلاک. چطوری بیاریم توی بلاک؟ حالا باز از این همین سطح، این مقطع، اگر که ما یه ریز بزنیم یا دو تا ریز بزنیم
از پایین رو دیواره این نیروها رو میاره تو. فرض کنیم یکی از دیوارها اینجاست، یکی از چهار طرف بلاک، از این اتاق ما بلاک، یه ریز بزنیم از این پایین اون بالا، یه ریز دیگه هم از این پایین اون بالا، سه تا هم اون طرف، دو تا هم اون طرف، سه تا هم اون طرف، نیروها رو بیارم تو. یا خیلی هر کار دیگه، خیلی کار را کردن که نیروها را آوردن تو، اومدن اگر که این بلوک هست، حالا از بالا نگاه کنیم، باز اومدن اینجا را یک استوپ شیرینکج کار کردن، این شیرینکج کار کردن، مثلا این برنگ یه استوپ شیرینکج دیگه، دو طرف رو به طور کامل بلوک آزاد میکنه دیگه، نیروها به طور کامل عمودی پاره میشه. اگر ما چهار طرف رو این کار بکنیم، اگر به طور کامل نیروها میان تو و بعد دیگه کیو میکنه. اینا راههایی است که کیویبلیتی رو زیاد میکنه. خب مزایاش دیگه قبلا صحبت کردیم، فکر نمی کنم زیاد لازم باشه که تکرار بکنیم. ارزون تمام میشه، دلالش مشخصه، کارها تخصصی است، متمرکز خیلی، ونتیلیشن تهویهش خیلی آسونه، تولید خیلی بالاست و در جاهایی که کم عیارم هست روش میتونه به کار برده بشه. بدیاش از همه بیشتر سرمایه گذاری اولیه که مخصوصا مسکیوینگ بالاترین سرمایه گذاری اولیه رو در همه روش های معدنکاری میخواد، لازم داره. نگهداری تونل های پایین سخت، ممکنه گرون باشه، با تولید تداخل داشته باشه، تولید مشخصه چقدر، نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد، دقیق معلومه هر چقدر کیف کرد همون قدم تولید در اوایل کمه، در اواخر خیلی زیاده، بنابراین ماشیناتون باید جوابگو باشه. و اگر که این کیویبلیتی خوب دقت کنین، توجه بکنین، وقتی که کیویبلیتی، فرض کن کیوینگ فرض کنیم داره با یک سرعت معینی کیوینگ داره انجام میشه و میره بالا، این سطح میره بالا، همینطور شکستگی ها میرن تو و درست میشه، یه مقدار معینی وزن روی تونل ها، رو سقف تونل های پایین هست. شما با من بگین، خوب دقت کنین لطفا، کیوینگ داره شکاف ها میرن بالا، سنگ ها میشکنه، کانتینیوسه، یه مقدار معینی وزن روی سقف تونل های پایین هست، یه دفعه کیوینگ قطع میشه، خودش قطع میشه، وزن روی سقف تونل های پایین چی میشه؟ ها؟ چی میشه؟ زیاد میشه. زیادم میشه. یعنی از همه طرف ما ضرر میکنیم. و اگر چنین چیزایی پیش بیاد باعث میشه که مسلماً ما اینو بگیم که بالاخره روشی است که سرمایه گذاری اولیه زیاد داره و اگر خوب انجام نشه
ضرر بسیار هنگفتی داره به تمام روش‌های زیرزمینی بلاک کیوینگ، اگر خوب انجام نشه یا خوب اولش انتخاب نشه ضررش بیشتره، همینطور که اگه خوب انجام بشه و خوب انتخاب بشه بهترین سود رو داره. نتیجه کلی فقط بگیریم که در تمام روش‌های زیرزمینی ما اگر بتونیم کیوینگ انتخاب بکنیم، اول کیوینگ ها رو بررسی میکنیم. اگر برای کیوینگ مناسب بود، اول بلاک کیوینگ ها بررسی میکنیم. اگر نشد ساب لول کیوینگ و بعدش هم به طرف روش ها. این روش نتیجه کلی. بعد دیگه بریم به طرف اون زغال، کارای زغالیمون. مگر اینکه شما همین الان یک سوالی داشته باشین که ما فراموش کرده باشیم، بگو ای مهندس. نه ببین، من نگفتم ارجعیت داره از نظر معدنکاری. شما بگین حالا که ما همه رو گفتیم دیگه، جوابش خیلی مشخصه. آفرین، خودت میگی دیگه، آفرین. به اینه ببینیم، اولا که تقریبا جاهایی که ساب لول کیوینگ بشه کار کرد، بلاک کیوینگ هم خیلی جاهاشو بشه. قبول دارین همه؟ تقریبا، تقریبا. خب اگر که شما هر دو رو داشته باشین، فرض کنیم محدودیت سرمایه گذاری اولی هم نداره، اگر برای هر دو مناسب باشه کدوم انتخاب میکنین؟ بلاک کیوینگ ها ارزون تره دیگه. خب مگر اینکه سرمایه گذاری اولیه. نه زغال سنگ که نمیگیم، منظورمون توده ای هست دیگه، حجیم ها دیگه. زغال سنگ که اونطور نیست که، اجرا لایه ایه که. بین لانگ وال و رومن پیلار، بین لانگ وال و رومن پیلار، ما رومن پیلار انتخاب کنیم، تولیدش بیشتره. ولی در کل روش ها، در از همه روش های دیگه گفتم که سرمایه گذاری اولیه بلاک کیوینگ بیشتره. و اما توی توده ای ها یا توی پرشیپ ها، توی عمودی ها، بلاک کیوینگ از ساب لول کیوینگ اقتصادی تره. خب حالا به نظر من نگفتم برای ایران مناسب، شما بگین به نظر شما. آیا یک روزی میرسه که ما مجبور بشیم معادن سطحیمونو، مثلا سنگ آهن رو میشناسین دیگه ها؟ ستای بزرگ هم میشناسین، بقیه هم ایده ای دارین ها؟ یک روزی میرسه که این ستا سنگ، معدن سنگ آهن بزرگ ما را ما مجبور بشیم زیرزمینی استخراج کنیم یا نه؟ اون زیرزمینی استخراج کردن کدوم روش شما بررسی میکنید؟ یا به نظر شما اونایی که اون روز، مثلا فرض کنید 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، شما شد خودتون ساقتی همون نباشید، بخوام بررسی کنم، به نظر شما اول کدوم روش بررسی میکنم؟ بگین یا الله. به نظر من نه. سرمایه تنها نیست، یه چیز دیگه هم هست. چیه؟ نه یار، نداره نزدیک میشی. یه چیز دیگه هم میخواد که شما الان دارین دیگه، ساعت آخر کلاسمونه. شما علمشو یا شجاعتشو، الان شما شجاعتشو دارین که بلاک کیوینگ کار کنین و ندارین؟ بگین الان دارین. من مطمئنم دارین، ولی همه ندارن. پولم که ندارین شما، باید برین کس دیگه رو قانع کنین پول بیاره. شجاعتشو دارین، ولی ممکنه اون رو نتونه قانع کنین. درست؟ شجاعتش هم که همه ندارن. پس اگر نتونستیم بلاک کیوینگ قانعش کنین چیکار میکنین؟ به احتمال خیلی زیاد ساب لول کیوینگ قانعش میکنه.
اینه که من فقط پیش بینی میکنم. حالا ببینید خودتون 10 سال دیگه بالاخره یه جایی هستیم هممون دیگه. ببینید اولین قرم قرم ها از چی میاد؟ اول از ساب لول کیوی میاد، فقط هم به دلیل اینکه سرمایه گذاری اولیش کمتره، بنابراین ریسکش کمتره و اینقدر شجاعت نمیخواد. این خود شجاعت خیلی بهتره، شاید نصف قیمت تموم بشه آخرش، ولی بالاخره شجاعت میخواد دیگه. شجاعت یا آشنایی کافی با منطقه هر دوش تقریبا یکیه. کسی که آشنای کامله که شجاعت نمیخواد دیگه. شما که خونتون اگر بلدین را میزین بره که شجاعت رو بلدین دیگه، شجاعت نمیخواد. اگه نابلد بودین و رفتین اون وقت شجاعت، یا هیچ کسی که بلد نبود شما بلد بودین رفتین، اون موقع شجاعت دارین. به احتمال زیاد البته روند در دنیای هم همینطور بوده. اول ساب لول کیوینگ ها زیاد شده، بعد الان داره بلاک کیوینگ ها داره زیاد میشه. خب مطلب دیگه اگه نداریم بریم به طرف صحبت های بین لانگ وال و رومن پیلار، یا به عبارتی زغال سنگ. سریعا 90 درجه خودتون رو بچرخونیم و بریم سراغ پارامترهای متغیر. این چراغ اینجا رو مگه میخوای خاموش کنی؟ میخوایم خاموش هر کن دوست داریم، سر کدوم میخوای؟ خب ما آخرین صحبتی کردیم فکر میکنم برای ویست بود دیگه، منطقه خراب شده، منطقه تخریب شده در لانگ وال و در رومن پیلار. فرق نمیکنه، رومن پیلار که منطقه تخریب شدهش راهاش میکنیم، کاری نداریم باهاش. در پسرو هم همینطور رها میکنیم، کاری نداریم. ولی در پیشرو ما در دو طرف منطقه ویست باید کار کنیم، بنابراین باید مراقبش باشیم، خواستید کاری باید باش انجام بدیم که مفصل صحبت کردیم. مطلب بعدی که باز طراح تصمیم میگیره سرعت پیشروی است. اینو که نگفتیم ها، در مورد صحبت نکردیم. در رومن پیلار معمولا بیشترین سرعت پیشروی رو انتخاب میکنه، فرقی نمیکنه، هر چقدر که بتونیم سرعتمون زیاد بود، چون سرعت پیشروی زیاد این تولد زیاد دیگه، درسته؟ و اما در لانگ وال فرض کنیم پیش رو سرعت پیشروی یعنی چند برش در روز، یعنی اگر این فیس ما خطش اینجاست، این خط تا فردا چند متر جلو رفته؟ مثلا 5 متر جلو رفته یا 2 متر جلو رفته؟ خب قاعدتاً باید بگیم هرچی بیشتر بهتر دیگه. البته یکی از بچه ها باز دوباره تزش همین بود، سرعت پیشروی بهینه. قاعدتاً باید بگیم هرچی بیشتر بهتر، ولی آیا واقعاً همینطور درسته؟ چندین عامل هست که جلوشو میگیره. یکی این کارهایی است که در فیس اندها اینجا و اینجا باید انجام بشه. یادتون گفتیم پکینگ باید انجام بشه، این کار ساپورت، اینجا یک ساپورت خاصی است و تونل باید بزرگ بشه. 3 تا کار خاص هست که
نمیذاره سرعت زیاد بشه. حالا فرض کنیم اینا هم نشه، پس رو کار مهم نیست دیگه. اگه پس رو کار کنیم دو تا اینا نیست اقلنش، شاید هم هر ستاش نباشه. ولی حالا دیگه هر چه سرعت میخوام بدیم دیگه، مثلا بگیم 50 تا برش در روز، اگر بیم برعکسش فکر کنیم، بگیم سرعت پیشروی بسیار کم، به محض اینه که ما میرسیم اینجا فشار بر روی سقف پاور ساپورت ها چقدره گفتین؟ یه بار گفتین اینا صفر. یعنی اگر این منحنیش باشه به محض که میرسیم کم. فرض کنیم فیس ما ایستاده نمیره جلو، تعطیله. همینطور که زمان میگذره فشار روی سقف پاور ساپورت ها زیاد میشه، درسته؟ پس بهتره که نگذره. یعنی چی؟ یعنی ما سرعت رو زیاد کنیم. این طرفش. آیا تا ابد همینطوره؟ دو مطلب وجود داره. یکی این که وقتی که ما سرعت رو زیاد میکنیم از توی زغالی که در اینجا وجود داره گاز میاد بیرون. قرار بود یه شب قبل از خواب حساب بکنیم ببینین چقدر این گاز زیاده. ببینین یک محاسبه ساده برای یه شیرر لودر نشون میده فرض کنیم 80 سانتی متر هر وب هر عمق برش 8 متر در دقیقه سرعت شیرر لودر، 2 متر مثلا بگیم زخامت لایه دیگه، چه همینه بسه دیگه، 1.3 هم وزن مخصوص تون در متر مکعب زغال سنگ، یه حساب کتاب بکنیم ببینیم مقدار خیلی زیادی زغال تولید میشه. این مقدار خیلی زیاد، مقدار خیلی زیادی هم گاز میده بیرون و این گاز رو ما نمیتونیم در اینجا ترقیقش کنیم. بدتر از اونجا جای دیگریست، برخلاف اون که انتظار دارین ها. بدتر از اونجا اینجاست. اگر هوا از اینجا بره تو و از اینجا بیاد بیرون، بدتر از اونجا اینجاست. ببینید زغال از کجا میاد توی تونل ها؟ یکی از زغالی که تولید میشه همینه دیگه؟ همینه؟ از طبقات هم میاد، منطقه منطقه زغالی است، از طبقات هم میاد تو. خب یکی از راههایی که حل کردم این مسئله که وقتی که ما میگیم مقدار گازی که تولید میشه باعث میشه ما سرعت رو کم بکنیم، یکی از راههایی که سعی شده خیلی خیلی زیاد سعی شده و حل کرده مکش گاز زغاله. مکش گاز زغال بیشتر از اینجا هست تا از اینجا. از اینجا کم، از اینجا زیاد. برهول های کوتاه 2 متر، 3 متر، 4 متر میزنن توی این منطقه، پمپ میکشن از طبقات میکشن. ببینید چرا در اینجا این کار میکنن به جای اینجا؟ اینجا گاز بیشتره که، به خاطر که اینجا ثابته. اگر که ما یک برهول بزنیم میتونیم اقلا 2 هفته نگرش داریم دیگه. اینجا چی؟ هر روز عوض میشه، عملی نیست. و اما چقدر مؤثره اگه ما اینجا بزنیم؟ اینجا که گاز نیست. چرا هست؟ اگر ما اینجا رو
بورهول بزنیم و مکش بکنیم، منطقه پرفشار، منطقه کمفشار در اطراف لایه ما ایجاد میشه، گاز زغال از اینجا میره به اینجا، مایه میکشه بیرون. میسن درینیج یا مکش گاز زغال مرسومه، خیلی زیاده. یه زمانی که ما تو معدن کار میکردیم، مثلا صحبت معدنه که من خودم کار میکردم، اینقدر گاز میکشید که مثلا آب حمام‌های خود معدن رو ما لذکیف میکردیم، آب حمام‌های معدن اون مثلا اصلا اون گاز خود معدن درست میشد، خیلی جالب بود. بعد از اون گذشت و نیروگاه گازی زدن معدن ها، گاز اینقدر زیاد بود که نیروگاه گازی زدن که برق معدن هم از همون نیروگاه تأمین میشد. الان معادن زیادی هستن که اینقدر گاز داره از این راه که نیروگاه احداث کرده و برقش هم نه تنها برای خودش، به دیگران هم میفروشه. یعنی اینقدر زیاده. این راهی که ما بتونیم سرعت پیشروی رو زیاد کنیم اینه که گاز رو از اینجا به اینجا منتقل کنیم و اونجا هم بکشیمش بیرون، مکش کنیم بیرون که سرعت رو زیاد کنیم. اما یک دلیل مکانیک سنگی دیگه هم داره که اینه ما بررسی کردیم، برای الان جلوگیری نمی کنه از سرعت پیشروی، ولی بالاخره آینده نگریست. یکی از همین تزهای بچه ها همین بوده که ببینیم وقتی که ما میگیم این به طرف جلو که میره پرشعار چی تشکیل میشه، که یکی از پایه هاش اینجاست، فرانت اباتمنت هست، یکی از پایه ها اینجاست، پرشار یکی دیگه اینجا. همینطوره که فیس میره جلو، پرشارش هم میره جلو. سرعت پرشارش آیا به اندازه سرعت فیس هست؟ بررسی شده این که یعنی نگرانی من تو همین کلاس ها همین بود که نکنه بگم سرعت زیاده، پرشارژ میره جلو، یه وقتی پرشارژ نره جلو، بعد به جایی که نیروشو بذاره اینجا، نیروشو بذاره رو سقف فیس. یعنی همه مزیت لانگوال که سقف پایدار هست همه رو به هم بزنه. نه، دیدیم که نه، تا اونجا فاصله زیاده، هنوز سرعت پرشارژ، سرعت جلو رویش اینقدر زیاد هست که هنوز حالا ما اون نگرانی رو نداریم. این تقریبا دو سه برابر سرعت پیشروی حد اکثر الان هست، بنابراین اونجای نگرانه مسئله میمونه فقط مسئله گاز. ولی در این حال اینم تکرار بکنیم که تعیین کردن سرعت پیشروی در اختیار طراحه که چقدر در روز پیش بره. مسئله دیگه که باید طراح تصمیم بگیره این تونل هاست در دو طرف و در رومن پیلار هم روم ها. در رومن پیلار که گفتیم یک بار، روم ها رو معمولا به صورت مقطع مستطیلی میگیریم و پیلار ها رو هم به صورت یا مربع یا مستطیل، که بعد دیدیم که مستطیل بودن از نظر استخراجی یک مقداری برای پیلارها بهتره. اینم دیدیم دیگه، درست. و ما در لانگ وال دو تونل دو طرف اینا معمول مستطیل گرفتنه و
با سقف صاف معمول اینه، این معمول ترینه، با نگهداری دائم یعنی تیراهن و اینا به علاوه راک بولت هر جا لازم باشه، این معمول اینه. تونل های اصلی تر از اینها یعنی تونل های اینجا معمول به علاوه آرک، اینا معمول ترینش اینه. اندازش چقدر باشه تونلا؟ پهناش چقدر باشه؟ همش بستگی به میزان تولید داره، میزان گازی که عبور میکنه. و ما دیدیم که چون تولیدها این روزها زیاده، به محض اینکه دیدیم اندازه زیاد میخواد بشه، فوراً دوتا میذاریم، سه تا میذاریم، پنج تا میذاریم، ولی پهنا رو زیاد نمیکنیم. اصلا صلاح نیست. مطلب دیگه باز طراح باید تصمیم بگیره، جهت پیشروی در مقایسه با جهت شیب لایه. خوب دقت کنید لطفا. این موضوع هم در رومن پیلار صدق میکنه، هم در لانگ وار. در لانگ وار باز بیشتر صدق میکنه. این از بالا ما داریم نگاه میکنیم، این لایه ماست. یه لایه بزرگ، 10 کیلومتر، 5 کیلومتر. یه پهنه ای رو فرض کنیم لایه ما شیب فول دیپش اینجا هست 20 درجه به این طرف. لایه‌مون اینطوری شیب داره 20 درجه. ما پهنه‌مون رو اگر اینطوری بذاریم، این یه پهنه، یعنی این فیس اینا دو تونل دو طرف هم. اگر ما اینطوری طراحی کنیم دو تا تونل دو طرف، شیبشون چقدره؟ ها؟ 20 درجه. فیسمون شیبش چقدره؟ 0. حالا من میگم چرا اینطوری بذاریم؟ بیایم اینطوری بذاریم. حالا فیسمون چقدر شیبش؟ 20 درجه دیگه. تونل دو طرف چقدره؟ 0. کدومی که بذاریم؟ طراح باید انتخاب بکنه؟ کدوم انتخاب بکنه؟ و بین این دو حالت چند تا حالت وجود داره؟ بینه کدوم انتخاب بکنه بالاخره؟ ها؟ طراح باید انتخاب بکنه دیگه؟ کدوم انتخاب بکنه؟ شرط منطقه است مثلا چه بستی؟ به گسل چه ربطی داره آخه؟ یعنی میگی شرایط زمین شناسی ما رو محدود میکنه؟ حالا به فرض اینکه محدود نکرده، فرض کنیم که هیچ محدودیتی نداریم، هر کار دلت ما، حالا چیکار؟ حالا مازم بستگی داره به شرایط؟ حالا چیکار میکنه؟ بالاخره یه مقداری که طراح جا داره برای انتخاب کردن دیگه، همش که محدود نشده که. چیکار میکنه؟ ببینیم طول نمونه چرا؟ ولی نه اینقدر رو از این مهمتر خیلی هست، چیزای دیگه خیلی هست. دستگاه رو مجبور میشیم به خاطر یه شیبی انتخاب کنیم، هزینه سرمایه‌گذاری اولین همین چیزاست.
خوبه، خوشحالم که نمیگین اولی یا دومی سری، همین نگین خوبه. این حالت یک. حالت دو، بله به خیلی چیزا بستگی. الان میگیم به چیزا بستگی داره. آنچه مسلمه طراح یه چیز فیکس وجود نداره که بگیم یک خوبه یا دو، این وجود نداره. ببینید در حالت یک، اولا که اینم قبول بکنیم که آیا این شیب چه در اینجا یا چه در اینجا بالاخره چیز بدیه دیگه برای ما. یعنی ما اگر انتخاب داشتیم میگفتیم که یک لایه بدیم به ما که شیبش صفر باشه دیگه، یعنی نبود بهتر بود. خلاص یه اول قبول بکنیم. خب در حالت اول جمع شیبه، اگر بگیم که شیبه تونل رو بگیم، شیبه فیس رو بگیم آلفا، تونل رو بگیم بتا، اگر در حالت یک شیبه آلفا به علاوه بتا جمعش چقدره؟ 20 دیگه، درسته؟ در حالت دوم چی؟ اینجا چی؟ آلفا به علاوه بتا، یعنی اینجا در حقیقت بود صفره. آلفا فیس که در اینجا صفر به علاوه 20 مساوی 20، در اینجا 20 به علاوه صفر مساوی 20. حالت سوم رو بگیم، سوال من اینه که میخوام خوب فکر کنیم و حتما بفهمیم که این سوال الانه که جواب اون سوال قبلی رو یه خورده تعیین میکنه. در اینجا در حالت سوم کار نداریم آلفا و بتا هر کدوم چقدره، قبول داریم که این 20 20 بدیه. یعنی ما میگیم با خودمون کاش 18 بود، کاش 15 بود. اینو قبول داریم دیگه. آلفا به علاوه بتا، فلان به علاوه فلان، کار نداریم این فلان ها چیه، جمع آلفا و بتا چقدره؟ ها؟ بیشتر از 20. مساوی 20 نیست، بیشتر از 20. فقط در حالتی که یا یک یا دو باشه، یعنی یا به موازات شیب باشه یا 100% به 90 درجه برخلاف شیب باشه، این دوتا برای 20ه. اگر نه از 20 بیشتره. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه چی میگیریم؟ پس یا یک رو انتخاب بکنیم یا دو، چون جمعش بده 25ه. این بد